قدم بعدی که ما انجام میدیم چسب زدن به لبه تنبکه که پوست روش میاد و میچسبه. میتونیم با انگشت بزنید، چسب رو بگیریم با انگشت بزنید. من با یه قلموی باریک دارم که با اون میزنم و برای اینکه کاملا از اون چسب به داخل نشت نکنه، از همون ماسکینگ تیپ که بهتون گفتم، اون تیپ نوار نقاشی، من یک سانت از بالاش میگیرم و چسب میزنم که این نوار میزنم روش، که این چسب مایه‌ای که چسب المر که خدمتتون گفتم، این چسب المر که میزنم به داخل تنبک نفوذ نکنه. چسب مایه را این چسب مایه منه. حالا برای اینکه توی مدتی که من نصب میکنم عجله نخوام بکنم که این خشک بشه، یه مقدار چند قطره آب من معمولا به این اضافه میکنم که این از رقتش رو بیشتر بکنم که فرصت بیشتری داشته باشم. حالا به این ترتیب زدن این کاملا ساده است. دیگه نگران اینی که به تو طرف لبه چسب نشت بکنه یا راه بیفته بره جای دیگه، شما این ندارین و در انتها تنبکتون صحیح سالم میمونه. حالا میبینید که به راحتی چسب ما زدیم و میتونیم لبه بالایی رو جدا بکنیم بدون اینکه به این ترتیب. حالا قسمت تنبک ما آماده است. خب رسیدیم به قسمت اصلی برنامه. یادتون هست که اول نوار خدمتتون گفتم که من از یه سینی استفاده میکنم که یه جای پیدا کردم که چند تا سوراخ دورش هست، مال یه ساعتی بوده احتمال زیاد. اینو من میذارم زیرش، چسبو که زدم حالا پوست رو در میارم میندازم روش. از این نوار کشا بهتون گفته بودم که احتیاج داریم، من دو طرفش میذارم. این چون پوست قبلا استفاده شده، این جاهای میخ روش هست، این سوراخ ها قبلا روش ایجاد شده. من دو تا از این سوراخ های این ور اونور پیدا میکنم و دو تا از این کشا رو ازش درد میکنم. قسمت پایینش رو میارم و میندازم روی اون سینی. حالا کاری که انجام میده، این کش به اندازه که من میخوام این پوست رو میکشه، احتیاج به دخالت دستم نداره. دوتا کش انداختم، حالا این هست. حالا دوتا کش بعدی رو میندازم در اینجا، دوتا دیگه میندازم در اینجا و دوتا دیگه میندازم در اینجا. این پوست در از 8 جهت به اندازه مساوی کشیده میشه، احتیاج به دو نفر نداره، سر جاش میمونم، میتونم میخوام بزنم، اندازش هم مشخصه. اگر کسی اومد گفت آقا من این زیادی کشیده برای من، من باز همین کار میتونم انجام بدم و بیام و این کش رو یه ذره دراسترش بکنم یا یه اضافه اینجا بذارم که این انقدر فشار نده، یا اگه گفت آقا خیلی شله، من میتونم اینو یه گره بش بزنم و سفترش بکنم که اینو سفتر بکشه. دیگه به احتیاجی به اوستاکاری که 30 سال این کاری کرده باشه و بلد باشه نیست. منی که آقای رودباری تنبک بهم انداخته، دیگه احتیاج به خودش ندارم، میتونم برم پوستشو بخرم و خودم پوست بندازم براش.
خب همین کاری که دیدین من ادامه میدم برای بانج کردهای دیگه. خب توی این فاصله من بقیه کشرم بهشون انداختم. الان من 8 کش دارم که از هر طرف اندازه مساوی این پوست رو دارم میکشن. اگه زمانی طول کشید شما این کار بکنین، بعد نیستش که یه مقدار آب روش بپاشین که این پوست این رطوبتش از دست نده. ما اونجایی که هستیم هوا خشکه و اینا پوست به فوریت خشک میشه. حالا اگه شما در جای مرطوب تری هستین شاید کمتر احتیاج داشته باشید. من اول خدمتتون بگم که این اصول این کار رو من از استاد لقمان عتمی یاد گرفتم و ازشون خیلی ممنونم که وقت گذاشتن و این کار رو به من نشون دادن. ممنونم ازشون. خدا حفظشون بکنه. عرضم به حضورتون که حالا میرسیم به قسمت بعدی. قسمت بعدی قسمت دقیقیه. خدمتتون میگم. چون این پوست قبلا استفاده شده و روش بوده و ما فقط میخواستیم یه بار شلترش بکنیم، اینه که جاهای میخی که ما میخواییم بزنیم روشون هست و از 8 از این جای سوراخ ها جای میخا استفاده کردم که من این کشا رو بهش بزنم. حالا در کنارشون هر کجا من این سوراخ ها رو ببینم شروع میکنم به میخ زدن. میخوام که خدمتتون نشون دادم میخای مخصوصی نیست، همینجوری میخ. وقتی که میخ میزنیم این میخ 3/4 باید بره توی چوب، 1/4 بیرون بمونه. میخو کامل نمیزنید توش، مواظب باشید میخو کامل نزنید. میخ باید سرش بیرون بمونه. حالا میبینید که چرا. خب این الان از زاویه کنار نگاه بکنید، این میخ به اندازه کافی رفته، احتیاج به 2 هم نداشت. زیباییش اینه که 1 هم میتونه انجام بده. حالا من شروع میکنم میخای دیگر رو تو همون سوراخ‌های قبلی تا اونجایی که میتونم تو سوراخ‌های قبلی میزنم که بی خودی پوست رو صدمه بهش نزنم. همون سوراخ‌های قبلی رو استفاده میکنم. و اینو ادامه میدیم. دیگه احتیاج نداره. هر چیز سوراخ دیدین میخ میزنین توش و میزنید که سرش بیرون بمونه. احتیاج بهش داریم. یواش یواش میرسیم به میخای آخر. میخای آخر رو من کنار اونجایی میزنم که سوراخ این کشای بانجی بوده. الان کار ما تقریبا درسته و فکر میکنم اگه یه میخ دیگه اینجا بزنیم دیگه آخرین میخ ما باشه که کوبیدیم. من بازم برای اینکه این رطوباتش از دست نده یه مقدار آب روی میپاشم. در تمام این مرحله تا زمانی که این چسب خشک نشده این بالا باید حتما باید خیس بمونه. خب الان ما دیگه با این کشا کاری نداریم و میتونیم درشون بیاریم. خب الان کشا رو در آوردیم، میخا کوبیده است، چسب زیرش هست، پوست خیسه و الان میرسیم به مرحله زحمتدار بعدی.